یک گزارش سازمان ملل در مورد کاهش توجه جهانی در اهتمام و پرداختن به پدیده فقر و گرسنگی هشدار داده است. در ادامه به گزارش همکارم که به بررسی این موضوع پرداخته توجه فرمایید. گزارش اخیر سازمان ملل بیانگر این واقعیت است که جهان هنوز از مسیر درست برای دستیابی به بسیاری از اهداف توسعه پایدار مورد توافق در سال 2015 مانند رسیدگی به فقر و گرسنگی به دلایلی از جمله کمبود بودجه، تنش‌های ژئوپلیتیکی و همه‌گیری کرونا فاصله دارد. گزارش سالانه توسعه پایدار که توسط سازمان ملل تهیه شده است، عملکرد 193 کشور عضو را در اجرای 17 هدف توسعه پایدار که شامل بهبود دسترسی به آموزش و خدمات مراقبت‌های بهداشتی، تأمین انرژی پاک و حفاظت از تنوع زیستی نیز می‌شود را رتبه بندی می‌کند. این گزارش نتیجه گیری می کند که هیچ یک از 17 هدف تعیین شده در مسیر دستیابی به توسعه پایدار در سال 2030 مورد توجه قرار نگرفته، چرا که اکثر اهداف پیشرفت محدودی را نشان می دهند. همچنین در این گزارش از کشورها خواسته شده تا به کمبودهای مزمن بودجه رسیدگی کنند و همچنین خود سیستم سازمان ملل را مدرن کنند. گیوم لافورتون، معاون شبکه راه حل‌های توسعه پایدار سازمان ملل و نویسنده اصلی این گزارش، در این رابطه گفت آنچه که این گزارش بیان می‌کند این است که حتی قبل از شیوع همه‌گیری پیشرفت بسیار کند بوده و گسترده شدن بحران‌های دیگر از جمله شروع درگیری‌های مسلحانه وضعیت را تغییر داده است. این گزارش مقابله با گرسنگی، ایجاد شهرهای پایدار و حفاظت از تنوع زیستی در خشکی و آب را به عنوان آسیب پذیری های خاص شناسایی کرده است. در این گزارش تاکید شده که اهداف سیاسی مانند آزادی مطبوعات شاهد کاهش پیشرفت بوده است. در این گزارش همچنین آمده است که فنلاند، سوئد و دانمارک در صدر فهرست کشورها قرار گرفتند و چین نیز پیشرفت سریع‌تری نسبت به سطح متوسط جهانی داشته، اما فقیرترین کشورهای جهان پیشرفت چندانی ندارند. در این گزارش کشورها از نظر آمادگی برای همکاری جهانی از طریق نهادهای سازمان ملل متحد ارزیابی شده و از این نظر ایالات متحده در رتبه آخر قرار دارد. لافورتون تأکید کرد اکثریت قریب به اتفاق کشورها از همکاری در این زمینه حمایت میکنند، اما تعدادی از قدرت‌های بزرگ هستند که طبق قوانین توافق شده بازی نمیکنند. از محمد لحمی، پژوهشگر دینی و فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول دعوت کردیم تا پیرامون این موضوع گفتگوی با ایشان داشته باشیم. آقای لحمی، با سلام و عرض ادب، بفرمایید که نظر شما در رابطه با گزارش سازمان ملل چیه و چرا فقر و گرسنگی برخی از مردم دنیا برای بسیاری از کشورها و مردم دنیا از اهمیت برخوردار نیست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اول من سلام عرض می‌کنم به بینندگان عزیزتون. در رابطه با این موضوعی که حضرت علی فرمودین به گزارش شده که همکاران عزیزتون تهیه کردن، به قول فرمایش آقا امیرالمومنین، اگر ما این مرزهای تحمیلی رو برمی‌داشتیم و برادری و دوستیمون پایدار می‌بود، هرگز هیچ فقیری شاید در دنیا به این شکل وجود نداشت. ملبس با این شرایطی که وجود داره، سازمان ملل، خود آقای گوتریش سیاستمدار پرتغالیه و سالهای سال به عنوان نهمین دبیر سازمان مشغول به کار هستن و کشورشون، کشور پرتغال، کشور آنگولا، موزامبیک و حالا حافظ منافعشون کشور فرانسه، مثل کشور فرانسه بابت کشورهای مثل کیپ، سالها مستعمره قرار گرفتن و اگر از این استعمار خودشون دست بردارن و حق حقوق جاودانه و حق طبیعی ممالکی رو که مورد استعمار قرار دادن برگردونن، شاید هرگز در این کشورهایی که از بتالی میفرمایید هیچ فقیری، هیچ انسانی که نیازمند شرایط کمک و
انسانیت باشه نباشه، و این یک بازی سیاسی که حالا آقای گوترش خودشون قصد به یدون سازمان ملل خیلی بهتر میدونه، اگر حافظ منافع هستن و واقعا دلشون به حال مردم آفریقا و بقیه کشورهایی که مورد استعمار قرار گرفتن میسوزه، اینه که اول حقوق اولیه خودشون رو به واسطه سیاست‌های اشتباه کشورهایی که مستعمره کردن برگردونن، و بعد میتونن در رابطه با این موضوع یک ادعای برادری رو داشته باشن. و این یک بازی سیاسی که فقط به واسطه اینه که حرف خودشون رو بخوام به جهانیان ثابت کنن، وگرنه سازمان ملل هرگز به فکر مردم بیپناه کشورهای مستعمره نبوده و نیست. بله، با تشکر از محمد لحمی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی که از استانبول دعوت ما را پذیرفتند.